خب آنچرا که به عنوان در واقع عنوان در کار در واقع در نظر گرفته شده این است که آینده در واقع اجتماعی ایران در دهه پیش رو با تجربه ای که در 14 دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم. نکته اول این است که آنچرا که ما باش مواجه هستیم و آنچرا که امروز در جامعه مون در واقع تجربه می کنیم به نوعی به یمن انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر و تحولاتی را که جامعه ایران در چند دهه در واقع اخیر و به یه تعبیری در سده معاصر در واقع با اون مواجه بوده است باید ببینیم. اما انتظاری را که از این بحث در واقع وجود دارد این است که ما به نوعی هم عالمان علوم اجتماعی هم این نشست و هم نشست‌های بعدی که در این ارتباط باید صورت بگیرند و تشکیل بشوند این است که به نوعی واقعا به ما در واقع بگوید، به نظام در واقع سیاسی در واقع به نوعی اطلاع دهد که چه چیزی را ما داریم تجربه می کنیم و اون هم با یک نگاه فراخ، با یک نگاه وسیع و گسترده، با یک نگاه منظومه ای که آحاد در واقع این جامعه را حتی فراتر از اون، چون امروزه آنچه که تجربه می شود درست است که در یک فضای معینی اتفاق می افتد ولی طبعا مختص صرف به اون فضا نیست، بلکه هم به لحاظ زمانی پا در گذشته و حال آینده دارد و هم این که به لحاظ پهنه‌ای که اختیار می کند طبعا در یک پهنه معین نیست، به تعبیری نمی توان تغییرات و تحولات را به صورت نقطه‌ای در واقع مورد اعتنا و توجه قرار داد، بلکه اون را در شکل فرایندی اون باید به اونها پرداخت که از قضا متخصصین چنین نگاهی در این دانشکده و دانشکده‌های دیگر علوم اجتماعی هم خوشبختانه ورود خوبی هم در واقع در این ارتباط داشتن. ما با یه جامعه مواجه هستیم که در ساده ترین ساحت اون، در ساحت اولیه اون، در نگاهی که جامعه شناسان از اون تعبیر در واقع به یک نگاه مورفولوژی در واقع این جامعه ساخت و ریختی که در واقع این جامعه را در واقع داره وقتی نگاه میکنیم، قطعا آنچه را که مواجه با اون هستیم نه تنها با 14 دهه پیش بلکه با دهه قبل در واقع یکسان نیست و متفاوت هست و در دهه پیش رو هم قطعا این تغییرات را باز با شدت و با آهنگ خیلی بیشتر هم خواهیم داشت. یک جامعه ای که اگر قیاس بکنیم با جامعه 14 دهه پیش در واقع تبدیل به یک جامعه شهری شده، مناسبات حاکم بر اون و آنچرا که حیات اون را در واقع تشکیل میدهد کاملا متفاوت هست، چیز دیگری است. حالا در همین سطح اگر ما صرفا در واقع بحث جمعیت را در این جامعه در نظر بگیریم که خیلی به صورت فشرده ازش یاد میشه که ما با یک پنجره جمعیتی مواجه هستیم و این پنجره جمعیتی درست هم هست، اما این پنجره جمعیتی که به لحاظ سطح اول و به لحاظ جمعیت شناختی و به لحاظ مورفولوژیک جامعه اون ایران با اون مواجه هست، توامان برای جامعه ایران هم فرصت هست و هم تهدیدهای عدیده ای را در واقع نیز با خودش دارد، به ویژه وقتی که نظام تدبیر و نظام ساماندهی درست و مناسبی در واقع برای اون وجود نداشته باشه. اتفاقاتی را که ما به عنوان تغییرات نچندان مطلوب میدانیم ولی تغییرساز هستند و تحولساز هستند باز در این بخشی است که تحت عنوان تهدیدهایی را که در حوزه در واقع فضای در واقع فقط سطح اول که سطح در واقع جمعیتی است در واقع می شود برای اون متصور شد. خب همه اینها جا دارد که مورد مداقه و مورد تحلیل اصحاب علوم اجتماعی قرار بگیرد و نه صرفا در واقع در سطح نظری، درسته که کار اول در واقع توی این بخش است، اما در وجه سیاستی اون و تدبیری که باید اندیشیده بشه که میتونه در واقع کمک ساز باشه.
فقط در واقع در بخش در واقع قسمت اول در واقع نیست، در یه مقداری در واقع اگر عمیق‌تر بشویم میبینیم که مواجه هستیم با تغییرات باز وسیع و گسترده در ساحت نظام اجتماعی. باز اگر در واقع بمونیم، ما به هر حال تعارف نداریم در جامعه مون با یک جمعیت در واقع معلقی در واقع مواجه هستیم، با یک جمعیتی که دیگه اون حالت یکسان در واقع و واحد را در واقع برای خودش در واقع لحاظ نمی کند و نمی شود هم در واقع لحاظ کرد. شاخص ها و سنجه های متعدد و مختلفی در واقع شما در واقع دارید. حالا در آستانه انتخابات در واقع هستیم، اگر خواسته باشیم از همین بحث در واقع کمک بگیریم و ارجاع بدیم حتی به انتخاباتی که در واقع در گذشته داشتیم، حتی انتخاباتی که به هر حال همه این تایید را برای اون داشتن که انتخابات در واقع پرشوری بوده، انتخابات در واقع قابلیت، ولی باز شما در پرشورترین در واقع انتخاباتتون میبینید که یک جمعیت نزدیک 14 تا 15 میلیونی در واقع در یک فرایندی که آحاد در واقع تشکل‌ها و مجموعه‌ها در واقع نسبت به آن فراخوان داشتن، نسبت به آن اعلام موزه کردن، اعلام در واقع تایید داشتن برای مشارکت، باز شما یه چنین جمعیتی را، یه جمعیت قابل اعتنایی را در واقع میبینید که در حوزه در واقع انتخاب. این نمیخوام بگم که در واقع در جوامع دیگه نیست، در جامعه ما هم هست، ولی وقتی که بحث تحلیل و بحث در واقع تبیین آنچه را که باش مواجه هستیم به عنوان یک فاکتور و به عنوان یک مؤلفه و به عنوان یک متغیر مهم در واقع هر حال باید به اون در واقع دیده بشه. در کنار همین بحث در واقع آنچه که باز اهمیت در واقع پیدا میکنه، بحثی است که نسبت به حاشیه‌ای شدن اجتماعی در واقع مطرح میشه. ما وقتی صحبت از حاشیه‌ای در بحث‌های حاشیه‌ای داک مطرح میکنیم، صرفا بحثمون میره به سمت در واقع نگاه‌های حاشیه‌نشینی و میگیم که این مقدار جمعیت ما در واقع در حاشیه زندگی میکنن و اون را میبریم به سمت در واقع، ولی حاشیه‌ای شدن اجتماعی در واقع بسیار نقطه کلیدی تر هست و نقطه مهمتری هست. اینکه چگونه میشود که ما در پروسه در واقع جذب و پروسه در واقع پذیرش، آنچه که تحت عنوان اینکلوژن در واقع ازش در واقع تعبیر میکنید، ما با مسئله و با مشکل در واقع مواجه میشیم. آیا در دهه پیش رو در واقع این بحث در واقع چه وضعیتی را پیدا خواهد کرد؟ آیا ما اینکلوژن ما در واقع چگونه میتونه، پذیرش ما در واقع میتونه چگونه افزایش پیدا میکنه، یا میتونیم مسیرها و راههایی را انتخاب بکنیم که پذیرشمون در واقع کمتر بشود و به نوعی اون وجه حاشیه اجتماعی قوت بیشتری را پیدا کند که طبعا برای یک سیستم و برای یک نظام با توجه به دایه‌ها و آرمان‌های بلندی را که داره و برآمده از حرکت بلندی است که در قالب انقلاب اسلامی در واقع دنبال اون هست، در واقع این بخش را هم به نظرم جای تأمل داره و مجموعه و ساحتی است که می شود در واقع به اون در واقع ورود پیدا کرد. بی تردید در واقع ما با یه جامعه مواجه هستیم که یک حالت در واقع هایبریدی شدن را در واقع داره. دوستان به درستی و به حق در واقع اشاره می کنند در واقع به حرکت بزرگی را که ما بعد از شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی باش مواجه بودیم، ولی توجه داشته باشیم ما در دانشکده علوم اجتماعی بحث میکنیم، حوادث دیگه ای را هم در واقع در کنار این حوادث در واقع داشتیم و به یه نوعی با مختصات دیگه و با ویژگی های در واقع دیگه تماما اینها در واقع به نوعی کنار هم دیگه در واقع داشتیم و از قضا اتفاقا یک فرصت بسیار مهمی است همچنان که میشود در واقع از این اجتماع و از این ورود و از این حضور در واقع در جای خودش استفاده کرد و آنچه را که باز ما در صحنه و در ساحت در واقع اجتماعی باش مواجه هستیم که واقعا نیاز به تحلیل داره، نیاز به تدبیر داره در کنار تحلیل هایی که مطرح میشه، خود بحث در واقع چند فضایی شدن جامعه هست. این را امروز ما در واقع نمیتوانیم کتمان بکنیم، سهم و نقشی که در واقع فضای مجازی داره و اصلا تأثیر این روی نسلی را که ما داریم از دانشجویانمون گرفته، اصلا نسل جوانمون در
معنایی در واقع فراتر، حالا چیزی که تحت عنوان حالا نسل در واقع دیجیتالی، در واقع نمیدونم نسل نت، هر کدوم از اینها را در واقع ازش در واقع کمک بگیریم و از اونها استفاده بکنیم، به هر حال مواجه هستیم با ذائقه ها، سلایق و نگاه هایی در واقع بسیار متفاوت و بسیار متمایز، و در پرتو این در واقع اون تشخص طلبی که در واقع وجود داره، اون قوتی که به هر حال تحت عنوان در واقع عملیت انسانی و کنشگری که کنشگران جامعه ما پیدا کردن و به طور مدام در واقع این حق را به خودشون میدن که میخواهند دیده بشوند، میخواهند حضور داشته باشند، و نوع کنش و واکنش و رفتاری که از این بابت در واقع اختیار میکنن در ساحت‌های مختلف، و به نوعی این حالت در واقع خودفرمانی و خود اختیاری و اینی که حقوقی را که در واقع برای خودشون در واقع تعریف میکنن و دایره ای را که برای این حوزه در واقع قائل میشن، اون چیزی را که شماها تحت عنوان این که میخوان سوژه باشن، میخوان دیده بشن، اینها از اون اتفاقاتی است که به هر حال در دهه در واقع آینده با قوت‌های بیشتر به نظر میرسه که با اونها مواجه میشیم، و طبعا در واقع تدبیر کردن و سیاست داشتن با این مختصات و با این ویژگی‌هایی که در واقع جامعه در واقع تجربه میکنه، تفاوت‌ها و تغییراتی را که به لحاظ نسلی در واقع باش در واقع شاهد هستیم، در کوچکترین واحدها در واقع باشون مواجه هستیم، از کلاس درسمون اگر در نظر بگیریم تا بعد بیاد در سطح دانشگاه و دانشکده و دانشگاه و در واقع جامعه در واقع باشیم، آنچه را که در واقع اتفاقاتی که در ساحت خانواده در واقع رخ میده، اتفاقاتی که در خورد سیستم‌های دیگه، خورد نظام‌های دیگه در واقع صورت میگیره، همه اینها نشان میدهد که ما با یک وضعیت پرمسئله در معنای در واقع مطالعاتی اون، با یک حوزه در واقع پرموضوع در واقع مواجه هستیم. جامعه ایران به تبع تغییرات و تحولاتی که تجربه کرده با یک در واقع خود را در واقع در قالب میتواند در قالب یک سایتی، در قالب یک وضعیتی تعریف بکند که از اون سایت ها و از اون وضعیت هایی است که برای محققین اجتماعی و دیگر محققین بهترین شرایط را در واقع داره، جایی است که شما با مسئله ها، موضوعات عدیده در واقع و مختلفی در واقع مواجه هستید، و اون هم در لایه های مختلفش، در بخش های مختلفش، که به نوعی وظیفه و رسالت حوزه مطالعات اجتماعی، مطالعات فرهنگی، مطالعات سیاسی را در واقع بسیار بیشتر از در واقع دوره‌های قبل در واقع می‌سازه، و اینجاست که به نوعی اون کنشگری که دانشکده‌هایی مثل دانشکده علوم اجتماعی و عالمان اون در واقع میتونن داشته باشن میتونه بسیار مؤثر باشه، و نمیتوان در واقع این کنشگری را در واقع نادیده گرفت. نادیده گرفتن در واقع این بخش خودش میتونه مسائل و مشکلات دیگه ای را در واقع تولید کنه. تجربه جهانی هم در واقع باز همین نکته را در واقع گوشزد میکنه. در نتیجه به نظر میرسه که این اقدام یک اقدام بسیار در واقع مؤثری است و باید امتداد پیدا بکنه و باید ادامه پیدا بکنه. چیزی که هست با همون نگاه عالمانه و واقعی گرایانه و شنیدن در واقع حرف ها از دریچه ها و از نگاه های مختلف، و قرار دادن اونها و توجه کردن در واقع هم قرار دادن اونها در اختیار در واقع نظام تدبیر، و هم نظام تدبیر در واقع اعتناء جدی که در واقع باید به این بخش ها در واقع داشته باشه. نکات دیگه هم بود که من خواستم حالا در فرصت استفاده بکنم، ولی میدونم که زمان گذشته. انشاءالله امید بر این داریم که نتایج بسیار خوبی را در واقع دریافت بکنیم، و همچنین این جنس از نشست ها در واقع استمرار پیدا بکنه، که من مجدداً تشکر میکنم هم از همه در واقع بانیان چنین نشستی. اون چه که در گام دوم باید اتفاق بیفته و اون چه که موضوع این نشست هست و آینده اجتماعی ایران اسلامیمون رو ما میخوایم در دهه پنجم انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار بدیم، این هست که
بعد از تثبیت حاکمیت و اینکه نه حاکمیت دینی می توانیم داشته باشیم و این حاکمیت به شکل یک انقلاب است، به شکل یک بعثت است، همون گونه‌ای که در زمان پیغمبر اکرم این بعثت اتفاق افتاده است، در یک رده خاصی مشابه با اون جهت که خواستن ادامه همون مسیر باشد، یک انقلابی در یک کشوری اتفاق افتاده مبتنی بر دین هست، بخواد گام دومش رو بردارد که گام دوم گام شفاف سازی و زمینه سازی برای گام سومه. اگر گام سوم را ما ظهور حضرت بقیت الله العظم بدانیم، گامی که در زمان ظهور میخواد خودش رو نشون بدهد که این چنین هم هست، حتما به همین صورت محقق میشه. اگر توجه به اون حکومت جهانی و اون جایگاهی که وجود مقدس حضرت صاحب الزمان به عنوان رهبر جهان و رهبر عالم دارد اون رو بخوایم در نظر بگیریم، این گام دوم گامی هست که در این گام باید شفاف سازی ها صورت بگیره، در این گام باید چهره نفاق عیان بشود و چهره نفاق برداشته بشه. یعنی هر چه تلاش بکنن، هر چه که برنامه داشته باشن، هر چه که خواسته باشن، چهره های خودشون رو در پناه پرده های نفاق نگه دارن، 40 سال میتونن این کار رو بکنن. زمانی که موازنه های قدرت مطرح شد و یک جامعه‌ای با یک نظامی که در نظر گرفته است جایگاه اصلی خودش رو پیدا کرد، دیگه در این جایگاه بلندی که پیدا کرده چهره نفاق خودش رو نشون میده، نمیتوانند مقاومت بکنند و باز در پناه چهره نفاق اینها باقی بمانند. روایات ما چنین چیزی رو مطرح میکنه که بسیاری از مسائل در قبل از ظهور حضرت بقیت الله العظم پرده از اونها برداشته میشه، خیلی از مسائل رو مردم راحت‌تر میتونن ببینن. تعبیری که در روایات ما هست که زمان بسیار کوتاه میشه برای رسیدن به موضوعاتی که در زمان قبل از ظهور و در زمان ظهور میخواد اتفاق بیفته، چیزهایی که داریم که مسائل پنهانی رو برای افراد و برای مردم آشکار میشه و به صورت آشکارا میتوانند که این موضوعات رو ببینن، همین موضوعی هست که در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته. یه موضوع رو من از عبارتی که مقام معظم رهبری دارن این رو میخوانم و این ختم صحبت من هست. انشالله از بیانات اساتید بزرگوار استفاده میکنیم. یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری اشاره کردند و عمدتاً به ما دانشگاهی ها، کسانی که در دانشگاه فعال هستیم، معطوف هست و مورد توجه قرار میده ما را، بعد از اینکه علم و پژوهش رو در بیانیه گام دوم مطرح میکنند، بلافاصله موضوع اخلاق و معنویت، و این جمله را در ارتباط با موضوع معنویت و اخلاق عنوان میکنند که معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. بعد معنویت را به عنوان گم شده قرن حاضر مطرح می کنند. یعنی رسالتی که برای ما تعریف میشه که اگر در این جایگاه و در این زمانی که قرار گرفتیم و داریم آینده پژوهی می کنیم برای وضعیت خودمون، ببینیم که با توجه به شرایطی که الان وجود داره چه رسالت‌هایی رو داریم باید انجام بدیم و چه چشماندازهایی هست که باید ملاحظه بکنیم، باید این چشماندازها رو در پناه معنویت و اخلاق ملاحظه بکنیم. همون چیزی که تحت عنوان شفاف سازی عرض کردم خدمت شما، وقتی که یک جامعه مبتنی بر معنویت و اخلاق حرکت کرد، شفاف سازی هم در اون اتفاق میفته. شما ببینید یه اتفاق افتاد، یک نفر رو سران استکبار تصمیم گرفتن برای اینکه به شهادت برسانن. چه قوقایی در کشور اتفاق افتاد، چه قوقایی در دنیا اتفاق افتاد، چه کسانی ورود پیدا کردن در ارتباط با اینکه تجلیل بکنند از مقام یک شخصیت که شخصیت‌های در رده‌های بسیار بالاتر از نظر نظامی و از نظر ورود در طراحی های خاص بالاتر از اونها بودند، ولی این شخصیت بولد میشه، این شخصیت گل میکنه، این شخصیت مطرح میشه، همه پیرامون این شخصیت میان صحبت میکنن، همه به دنبال این میگردن که چرا باید این شخصیت ترور بشه و این شخصیت به شهادت برسه.
وقتی که میریم سراغ عواملی که دست به دست هم میده تا این شخصیت رو به این جایگاه مطرح بکنه، میبینیم طرح این شخصیت در این جایگاه بلند و این برنامه هایی که برای تشییع جنازه این بزرگوار در نظر گرفته شد و برنامه های دیگری که ادامه پیدا خواهد کرد و زوایای پنهانی از این موضوع که بعد از این آشکار خواهد شد، مبتنی بر همین معنویت و اخلاقه، مبتنی بر همین موضوع اخلاص و ایثاره که در باب معنویت اون چرا که توجه داده از مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم فرمودند که معنویت به معنای برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در جامعه و در خود فرد چیزی هست که باید به صورت معنوی این در فضای جامعه ما ایجاد بشه. حالا کی میخواد این معنویت رو در جامعه ایجاد بکند؟ انتظاری غیر از فضای فرهیختگی که همین دانشگاه ها هست طبیعتاً یک انتظار بی جایی هست. به غیر این ما بخوایم فکر بکنیم که جای دیگری بخواد برنامه ریزی بکند، حوزه و دانشگاه هست که باید در این صحنه خودش رو نشون بده. بعد ایشون میفرمایند که اخلاق به معنی رعایت فضیلت هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمندان، راستگویی، شجاعت، تواضع و اعتماد به نفس موضوعاتی است که ما موظف هستیم در این گام دوم انقلاب این بحث رو پیش بگیریم و به این کیفیتی که بیان شده است انشاءالله اون رو پیش ببریم. نکته آخر من و جمله آخر من که عرض بکنم و تقدیم بکنم زمینه سخن رو برای اساتید بزرگوار خودم این هست که در اصل ماندگاری انقلاب اسلامی و اتصال این انقلاب به انقلاب جهانی حضرت بقیت الله هیچ جای تردید نیست. تجربه هم این مسئله رو نشون داده. اصل انقلاب ما یک اعجاز بود، معجزه بود، کسی باور نمی کرد. اساتید بزرگ جامعه شناسی توی این صحنه زمین آمده بودن بحث می کردن، اساتید بزرگ علوم سیاسی این بحث رو مطرح کردن، کسی باور نمی کرد که انقلاب ما به پیروزی برسه، ولی به پیروزی رسید. کسانی که در صدد این بودند که انقلاب رو از بین ببرند بیش از یک سال فکر نکرده بودند برای بقای انقلاب اسلامی، ولی 41 سال به حمد الله عمر کرد انقلاب و تا اونجا که به رسالت اصلی خودش دست پیدا بکنه عمر خواهد کرد. اصل ماندگاری مسلم برای انقلاب اسلامی مون، اما اون چه که باقی میماند این هست که آیا نسل‌های آینده با این انقلاب همراهی میکنند یا همراهی نمیکنند. اگر به یک موضوع قرآنی توجه بکنیم و به یک سنت الهی توجه بکنیم پاسخ این سوال رو هم دریافت میکنیم که سوالی هست که من به عنوان پایان صحبت خودم عرض میکنم. در اینجا داریم که انقلاب اسلامی ایران مورد پذیرش نسل‌های بعد هم قرار خواهد گرفت، همون گونه‌ای که الان می‌بینیم کسانی که در ابتدای پیدایش این انقلاب نقش داشتند الان به سن و سالی رسیدند که خیلی از اونها به شهادت رسیدند یا به مرگ طبیعی از دنیا رفتند و تحویل نسل‌های بعدی دادند. چند نسل به تعبیری از اونها داره می‌گذره، اما آیه شریفه قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. وقتی که انقلاب رو اسلامی می‌دانیم، وقتی که انقلاب را و شروع انقلاب رو برای تثبیت دوگانه اسلام و استکبار می‌دانیم، وقتی که مبنای انقلاب اسلامی می‌شود تضمین شده از ناحیه خداست که تا اسلامی هست تا بر این اصل فافشاری داره و تاکید میکنه، اگر نسلی هم نپذیرد نسل بعدی بهتر میپذیرد، نسل بعدی ارتباط خودش رو قوی تر میکنه و شما دارید مشاهده میکنید الان اقداماتی که در این نسل چندم و نسل دوم و سوم پس از انقلاب اسلامی داره اتفاق میفته اتفاقات خارق العاده هست که قابل تصور نیست. در زمان کسانی که دستن در کار انقلاب اسلامی بودن این اتفاقات نمی افتاد، حتی در زمان جنگ به این صورت اتفاق نمی افتاد.
مظاهر ایثار و اخلاص در نسل‌های بعد، در نسل‌های بعد از کسانی که مبدع انقلاب بودند وضوح بیشتری دارد، جلوه بیشتری دارد برای این مسئله. و این چیزی هست که نوید این رو میدهد که انقلاب اسلامیمون انشالله با اقتدار بیشتر بتونه راه خودش رو ادامه بده. اون چی که در آینده اجتماعی جامعه ایران عزیزمون برای دهه پنجم انقلاب ما میبینیم، یک منظر بسیار دلنشین و منظر بسیار مناسب برای ادامه اون اصولی که بر مبنای اون اصول انقلاب اسلامی ما سرشته شده و پایه‌ریزی شده. انشاءالله امیدواریم که ما از اعوان و انصار رهبر اصلی این انقلاب که حضرت بقیت الله الاعظم هستن، در کنار رهبری کنونی خودمون بتونیم گام‌های مثبتی رو برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خیلی خلاصه چند تا نکته رو یادداشت کردم که خدمتون مطرح کنم. اولا رجوع کردم به حرفای سال گذشته. یکی از شاید ویژگی‌های این برنامه اینه که خیلی حرفا عوض نمیشه. من دیدم حرفایی که امسال هم می‌خوام بزنم تقریبا در همون قد و قامته و به هر حال مثل که مشکلات همیشه هست، حرفا هم همون حرفاست، مشکلات هم همون حرفاست و خیلی بالاخره اراده عملی برای حل مشکلات نیست، یا مسائل و زمانه به گونه ای است که متاسفانه این مشکلات نمیتونه در فواصل کوتاه حل بشه. امیدوارم ان شاءالله اگر تکراری هست من رو به بزرگی خودتون ببخشید. نکته اولی که میخوام بگم، حالا یه بخشش هم در امروز شورای فرهنگی داشتیم خدمت آقای دکتر میرزایی یه گریزی به این بحث زدم، بحث جابجایی خواص و عوام در کشور. من اعتقاد دارم که یه اتفاقی که این در این دوره میفته اینه که یه مقداری جایگاه عوام و خواص ما با همدیگه عوض شده. یعنی انتظاراتی که از روشن فکران و خواص در این برهه حساس انقلاب و کشور و در دهه پنجم انقلاب میره، شاید یه مقدار کمتر پاسخ گرفته میشه. حالا این عقیده من هست، شاید اشتباه باشه، حتما من متخصص علوم اجتماعی نیستم، ولی به نظرم مثل بعضی از داده هایی که ما بر اساس اون تحلیل میکنیم، این داده ها داده های واقعی نیستن. یه مقدار همه ما بیش از اندازه درگیر این فضای مجازی شدیم. آدم وقتی تو جلسات میشینه میبینه همه حرفاشون مثل همه، یعنی مثل اینکه این فضای مجازی داره همه ما رو تبدیل به یک گفتمان واحد میکنه، و گفتمانی که در واقع ما فکر میکنیم چیز جذابی است، ولی در واقع بارها برای من در واقع این اتفاق افتاده تو جلساتی، مثلا نشستیم فردی شروع کرده مثلا یک موضوع رو با آب و تاب تعریف کردن، موضوعی که خب ما هم دیدیم توی در واقع فضای مجازی. این به نظرم یک آفت خیلی جدی است. یعنی یه مقداری ما داریم از تحلیل درست، تحلیل در واقع فردی و فکر بیشتر و عمیق‌تر راجع به موضوعات دور میریم. شاید یکی از نمونه‌های مهمش که امروز هم در شورای فرهنگی بحث شد همین شهادت سردار سلیمانی بود که نشون میداد خیلی از این تحلیل‌ها، از این آینده پژوهی‌ها، آینده نگری‌ها در رابطه با جامعه ایران در واقع صحت و سقمش با تردید روبروست، و ما یه مقدار باید به این نکته توجه بیشتری بکنیم و انتظاری که از جامعه دانشگاهی، جامعه روشنفکر و خواص ایرانی هست که در این شرایط بیشتر از پیش و بهتر از پیش بتونن مسائل کشور رو و مسائل جهان رو تحلیل بکنن، تحلیل هایی که تحلیل های اوریجینال باشه و در واقع مخرج مشترکی از گفتگوهای اینترنتی نباشه. نکته دوم اینه که حالا فرمودن در دهه پنجم انقلاب، حالا آقای کرمی نکاتی رو به صورت نظری فرمودن، من یه مقدار میخوام ریستر کنم چون میگم در این زمینه تخصص نظری ندارم، ولی به عنوان یک مدیر دانشگاهی یه مقدار میخوام عملی تر به ماجرا نگاه کنم. چند تا مسئله مهم در 14 قبل اتفاق افتاده که به نظر میسه اگر ما در گام دوم و در دهه پنجم و دهه های بعدی بهش توجه نکنیم، نه تنها مرهمی بر مشکلات قبلی نخواهد بود، بلکه این مشکلات تشدید میشه. خب
خود شما حتما میدونید ما هم در خوشهای فکری که در دانشگاه اساتید میان این موضوع همیشه مطرح میشه که یک شکافی بین نظام و بخشی از مردم ایجاد شده که این شکاف اگر ترمیم نشه و فکری به حال اون نشه آثار سوء بسیاری رو خواهد داشت. در همین حوادثی که اتفاق افتاد در از آبان ماه یا حتی اگه بگم قبل‌تر از سال 96 این نکته خیلی بارز بود. من اون بخش آدم‌های معاند رو میذارم کنار، کسانی که با قصد قبلی میخوان بیان و در واقع با حالاش چه شیوه‌های نرم چه شیوه‌های سخت قصد براندازی دارن، من اونا رو میذارم کنار. ولی در رابطه با مجموعه مردم ایران به نظرم میرسه که این دوری نظام از مردم، حالا در همه ابعادش، دوری از نیازهای مردم، دوری از اون چیزی که مردم فکر میکنن، دوری از اون چیزی که مردم بهش اعتقاد دارن، دوری از اون چیزی که مردم برای آیندهشون دارن تصور میکنن، یک معضل اساسی شده که تبدیل شده به یک در واقع عدم فهم بین مدیران اصلی کشور و بخش مهمی از جامعه ایران. ترمیم این فاصله به نظرم میسه در دهه پنجم باید به طور جدی در دستور کار قرار بگیره، هرچند که به نظر نمیرسه در حتی در یک دهم ما بتونیم این فاصله رو به حد کافی ترمیم کنیم که دوباره به یک جمع، به یک در واقع وحدتی در نظر و عمل در بین جامعه ایرانی دست پیدا کنیم. نکته دوم در واقع باز شکافی است که بین نهادهای وابسته به نظام و مردم رخ داده. یعنی متاسفانه دیدگاهی که ما الان تو خود دانشگاه یکی از مشکلاتی که داریم فضای گفتمانیمون با دانشجوها خیلی کم شده. یعنی فرض اول بر اینه که مدیریت دانشگاه در واقع بر علیه ماست و در واقع این باعث میشه که فضای گفتمانی بین این مدیریت و دانشجو صورت نگیره و این یکی از سخت‌ترین به نظرم شرایط دانشگاهی است. یعنی اگر به تجارب قبل از انقلاب برگردیم شاید اون چیزی که باعث شد دانشگاه‌ها دست به اقدام‌های بسیار شدید بزنن این بود که فضای گفتمانی دیگه کاملا از بین رفته بود تو دانشگاه. ما نیاز داریم که دوباره احیا بکنیم رابطه عرض کنم خدمت و نهادهایی که منتسب به نظام هستن با مردم رو. اگر در واقع این سرمایه اجتماعی که در اون واحدها یا در اون نهادها بوده در مرور ایام بنا به دلایل مختلفی از دست رفته، باید برگردیم اولا به ریشه‌هاش توجه کنیم و بعد هم راهکارهایی برای اینکه این سرمایه اجتماعی رو دوباره برگردونیم. نکته دوم مخدوش شدن الگوها توی نظام بغدی من. یعنی ما به هر حال باید بپذیریم که هر ملتی نیازمند به الگو یا به تعبیر یه مقدار امروزی ترش نیازمند به قهرمانان ملی است. یعنی کسانی که بتونه تمام اون باورها، ارزشها، تمدن و سابقه تاریخی و فرهنگیش رو در اون آدم ببینه و اون آدم معرف یک در واقع فضای فرهنگی و تمدنی باشه. متاسفانه تو این زمینه خب خیلی آسیب دیدیم. اولا خیلی از کسانی که به عنوان الگو مطرح شدن اینها بعد از یه مدتی حالا یا خودشون یا در واقع جریانی یا مناسبتی باعث شده که از اون جایگاه الگو بودن فرو بیفتن و در واقع ساختارهای ذهنی آدمها رو با خودشون فرو بریزن. مثلا ما یه زمانی میایم یک ورزشکار رو الگوی خودمون قرار میدیم، اینقدر خودمون روش تبلیغ میکنیم، اینقدر این آدم رو بزرگ میکنیم، بعد یه دفعه این ورزشکار بنا به علتهای یک رفتار در واقع معارض با ارزش‌های اون جامعه خودش انجام میده و این فضا شکسته میشه. من به نظر میسه تو بحث شهید سلیمانی واقعا از جهت مثبتش یه چنین اتفاقی افتاد. یعنی قطعا مقام معظم رهبری این تعبیر رو دادن، میگن که بعد از 41 سال که داره از انقلاب میگذره این چه دستی بود که میلیون ها آدم رو آورد توی صحنه. و واقعا این به نظرم میرسه درسته که دوره معجزات و پیامبران تمام شده، اما خداوند هیچ وقت
بندگان خودش رو از آیات خودش محروم نمی‌کنه. و این به نظرم جریان شهادت شهید سلیمانی یک آیت بود از یک منظر، یک نشانه بود که ما به خیلی از چیزها در واقع پی ببریم یا دوباره اون قفلتی که داشتیم برگردیم و به اون مسائل نگاه کنیم. و مسئله دیگر اینه که مردم ما شهید سلیمانی رو در قامت یک الگو، یک قهرمان ملی پذیرفتن. قهرمان ملی یکی از ویژگی‌هاش اینه که حد و مرز نداره، سلیقه نمیشناسه. خب یکی از مشکلاتی که ما داشتیم، ما چند تا مثل سردار سلیمانی تونستیم تربیت بکنیم؟ چند نفر تونستیم در جامعه به عنوان الگوهای قابل اعتمادی معرفی بکنیم که در واقع اینها بتونن مؤثر باشن، هم در نظام و حکومت مؤثر باشن و هم در بین مردم؟ اگر امروز ما از شهید سلیمانی نام میبریم، اون رو بزرگ میداریم، خب این چه مؤلفهایی است که اون رو شهید سلیمانی میکنه؟ و واسفا که ما خودمون در واقع این حرفا رو میزنیم، بعد باز همین حرفا رو هم میذاریم کنار. یعنی میایم میگیم که شهید سلیمانی یکی از ویژگی‌هاش این بود که فراجناهی بود، به انقلاب فکر میکرد، به نظام فکر میکرد، دنبال منافع کوتاه مدت نبود، به معنای واقعی کلمه ولایت پذیر بود، مردم رو دوست داشت، از جنس مردم بود، شعار هم نمیداد. خب واقعا آیا این ارزش ها که جزء ارزش های انقلابی ما هست، اسلامی ما هست، آیا قرار فقط در حد یک بزرگداشت در واقع باقی بمونه، یا قرار ما اینها رو ترویج کنیم و مانند سلیمانی ها بیشتر؟ من فکر میکنم برای یک انقلاب مثل انقلاب سلیمانی در واقع ما کم آدم مثل سلیمانی داریم. برای انقلاب اسلامی ما کم آدم مثل سلیمانی داریم که بتونن از جهات مختلف نمایندگی بکنن یک فرهنگ رو، یک تمدن رو و یک در واقع ارزش انقلابی رو. نکته بعدی در واقع که نکته مهمی است، ایجاد فضایی برای اینی که مردم بتونن حرف خودشون رو اظهار بکنن. ما از این مسئله خیلی ضربه دیدیم. ما از این که نذاشتیم مردم از کانال‌های صحیحش بیان و اظهار عقیده و نظر بکنن زیاد ضربه دیدیم. یک روز این مسئله رو باید حلش بکنیم. من به نظرم مثل در دهه پنجم انقلاب بحث احزاب به معنای واقع کلمه باید پیگیری بشه. ما باید اجازه بدیم کسانی در چارچوب قانون جمهوری اسلامی بتونن از مردم نمایندگی بکنن، حرف مردم رو بزنن، بیان که متهمشون کنیم به این که مثلا با اصل نظام مخالفن یا مثلا از گفتن این موضوع قصد براندازی دارن. بنابراین در دهه پنجم انقلاب اگر ما اجازه ندیم مردم به معنای عام خودش، نه مردمی که ما اونها رو مردم میدونیم، مردم به معنای عام خودش، یعنی کسانی که تک تک اونها، ببین مقام معظم رهبری میفرمان که اونایی که ما رو هم قبول ندارن، این نظام هم قبول ندارن، برای سرنوشت ایران بیان رأی بدن. معنیش چیه؟ معنی که اگر فردی ما رو هم قبول نداره به عنوان مدیر، باز هم در این کشور حق داره و ما نمیتونیم حق اون رو نادیده بگیریم. بنابراین باید حرفش رو بشنویم. اگر ما کانالی برای شنیدن حرف این آدم ها پیدا نکنیم و راهکار قانونی پیدا نکنیم، بعد نتیجهش این میشه که آدم هایی میان بر جریانات مربوط به در واقع اعتراضات مردمی، که باز به فرمایش مقام معظم رهبری خیلی از این اعتراضات نسبت به وضعیت معیشتی، وضعیت مدیریتی، وضعیت فسادی که در واقع بعضی از نهادها و سازمان کشور است، اعتراضات به حقی است. باید اجازه داد این اعتراضات به حق در واقع عنوان بشه. این هم ما رو در وهله اول در سطح داخلی میتونه تضمین بکنه برای اینکه مردم خودشون رو وابسته به نظام بدونن، خودشون رو بدونن که در واقع در این انقلاب و در این کشور شریکن، گروهی نیستن که کنار گذاشته میشن. الان شما یه چیزی که دشمنای ما خیلی دارن روش تبلیغ میکنن چیه؟
میگن این نظام هر وقت که انتخابات داره مردم رو میاره و اونها رو میگه اینا مردم ما هستن، هر وقت انتخابات تمام میشه در واقع وقعی به در واقع اون نیازها و حرفای ما. ما باید این تصویر غلط رو بشکنیم در گام دوم انقلاب و مخصوصا در این شرایط حساس. ما در آستانه دو تا انتخابات بزرگ هستیم در کشور و اجازه ندیم که تصویری که دشمنان ما در رسانه‌های بیگانه دارن می‌سازن این تصویر غالب بشه و متاسفانه حتی بعضی وقتا در ذهن ما مدیرها و نخبگان هم به عنوان یک واقعیت بنشینه. نکته بعدی و آخری شاید در واقع این هستش که بعضی وقتا ما در این چهارده حالا بعضی وقتا مکررن دیدیم بین نظر و عمل در ساختار نظام و حکومت ما تفاوت هست. این رو باید یه روزی حلش کنیم. یعنی حرفهای خیلی خوب میزنیم اما در عمل هیچ نشانه از این حرفا نمیبینیم. خود مقام معظم رهبری رو ببینید، من فکر میکنم یکی از کسایی که تو این مملکت مظلومترین مظلوم هاست خود مقام معظم رهبری است. شما در همین فرمایشاتی که در 40 سالگی انقلاب داشتن نگاه بکنید، ایشون چی میفرمان و بعد ما در سطح جامعه در واقع نشانهای عملی که از ما مدیرها سر میزنه و از ما آدمهایی که در واقع عادت کردیم خودمون اجتهاد بکنیم خیلی از مسائل رو، ببینید که در واقع وجه عملیش چیست. آیا واقعا اون چیزی که الان در جامعه ما داره میگذره همون چیزیست که منویات مقام معظم رهبری است؟ چرا ما فکر میکنیم که یک عده هر چی که بیان تفسیر کنن از اون چیزی که مقام معظم رهبری میگه و عمل کنن اون درسته و دیگران رو اجازه نمیدیم که اونام بیان بیان خودشون رو داشته باشن؟ مقام معظم رهبری یک محور، یک استوانه است، یک خیمه بزرگه که همه مردم ایران ذیلش جا میشن. خود ایشون بارها گفته، به چه زبانی ایشون بگه؟ ایشون رهبر کسانی هم هست که دین دیگر دارن در همین مملکت زندگی میکنن، ایشون رهبر سلیقه های دیگر هم هست. چرا ما فکر میکنیم که یک سلیقه، یک دیدگاه، یک رویکرد باید در جامعه ما همیشه حرف اول آخر رو بزنه و هر کس که کوچکترین نزدیکی هم به اون حرف رو بخواد نشون بده و بیاد یه حرف دیگه بزنه لزوماً در همون اول ما در واقع قضاوتمون و حکممون است این آدم مثلا ضد ولی فقیه است، چون با دیدگاه من و بیان من نسبت به اون چیزی که در ذهن مقام معظم رهبری است و در بیان ایشون هست تفاوت داره. من اون چیزی که از مقام معظم رهبری دیدم این نیست. یعنی تفاوت بسیار زیادی میبینم بین اون چیزی که ارزش‌های نظری ماست در جامعه و اون چیزی که ارزش‌های عملی ماست. اینم بالاخره باید یه جایی در واقع بهش رسیدگی بشه و قطعاً دانشگاه‌ها و حوزه میتونن در واقع این تعارض رو که برای نسل جوان ایجاد سوال میکنه. ما الان یکی از مشکلاتمون اینه که خواهش کردیم از جناب آقای کرمی و دوستان خوبون در نهاد، جناب آقای رستمی رئیس محترم نهاد دانشگاه و دوستانی که در حوزه دروس معارف هستن، که بیایم بریم به سمت این که در دهه پنجم انقلاب دروس معارف رو ببریم به سمتی که بتونن این چالش های نسل جوان رو حل بکنن، به سوالاتشون پاسخ بدن و در واقع این تعارضاتی که هیچ جا هم راجبش صحبت نمیشه. یعنی ما اینقدر در کشور درگیر این دعواهای سیاسی و این خطبازی ها و جناح بازی ها هستیم که شاید کمتر فرصت میکنیم بپردازیم به این که چه کسی باید سوالهای بیکران نسل جوانی که نه انقلاب رو دیده، نه جنگ رو دیده، نه قبل از انقلاب رو دیده، نه خیلی از این الگوهای ما رو از نزدیک باشون ارتباط داشته، نه شهید مطهری رو دیده، نه شهید بهشتی رو دیده، نه شهید رجایی رو دیده، خیلی از اینایی که ما الان داریم بهشون التجا میکنیم، چگونه و چه کسی باید به این سوالها پاسخ بده؟ نکته آخرم عرض کنم خدمتتون که من باز اعتقاد دارم که متاسفانه بعضی ها حالا یا به عمد یا از روی جهل وضعیت رو دیگرگونه نشون میدن. حالا بعضی ها میگن سیاه نمایی، بعضی ها. ولی من فکر میکنم که بعضی ها متاسفانه
واقعیت رو نمیگن و برای دل سرد کردن مردم و ناامید کردن مردم وضعیت رو اون گونه تشریح میکنن که انگار همه چیز فرو ریخته، هیچ امیدی به آینده نیست و اینها. ولی واقعیتش میخوام بگم که متاسفانه در خود فضای دانشگاه به عنوان یک تجربه زیسته میخوام بگم، نمیخوام بگم همه، بعضی از اعضای هیئت علمی ما به جای اینکه امید رو در نسل جوان تزریق بکنن، ناامیدی ایجاد میکنن، نسل جوان رو ترغیب، تهییج و تشویق میکنن که مملکت رو ول کنن. دارن یک چهره ای از نظام و مملکت نشون میدن که انگار یک فسادی همه صد تا ذیل این مملکت رو گرفته که دیگه امیدی به نجات و اصلاحش نیست. واقعا ما فکر میکنیم یه چنین چیزی نیست. قطعا همونطور که آقای کرمی فرمودن، برای یک انقلاب فرهنگی مثل انقلاب ما، انقلابی که در همه ارکان یک حکومت مثلا بلند بالا و در واقع قدر قدرت در قامت منطقه خودش اومد تغییر ایجاد کرد، طبیعی است که در واقع ما نتونیم در چند دهه به تمام اون آرمان‌های خودمون برسیم. اما از اون طرف توفیقات رو نباید فراموش کنیم، اتفاقات خوب رو نباید فراموش کنیم، نباید فراموش کنیم. گفتم این شهادت شهید سلیمانی به نظرم یک تلنگری بود که به خیلی از ماها، مخصوصا روشنفکران ما بخوره، که اینجوری نیست که ما فکر میکنیم که مردم از انقلاب خسته شدن، مردم از انقلاب زده شدن. مردم ناراحتن، قبوله، مردم اعتراض دارن، قبوله، اما مردم قطعا وقتی که پای انتخاب صورت بگیره و زمان انتخاب باشه، همچنان پشت انقلاب خودشون و نظام خودشون و رهبری خودشون خواهند ایستاد. و من امیدوارم انشالله آرزوی دیگر من غیر از تداوم سرافرازانه انقلاب در دهه پنجم این هستش که انشالله مسئله فرهنگ در دانشگاه ها رسمیت پیدا کنه. من به عنوان یک خدمتگزار عرض میکنم که متاسفانه علارغم همه شعارها، هنوز موضوع فرهنگ در دانشگاه رسمیت پیدا نکرده. در ساختار دانشگاه ها و در ساختار آموزش عالی ما جاری و ساری نشده. آقای دکتر قفاری هم اینجا تشریف دارن، امیدواریم حامل این پیام در واقع بنده حقیر باشن به مجموعه ستاد وزارت، که امیدواریم انشالله در دهه پنجم انقلاب وزارت علوم تحقیقات و فناوری به معنای واقعی کلمه فرهنگ رو در آموزش عالی به رسمیت بشناسه و اون رو همونطور که در آیین‌نامه مدیریت دانشگاه اومده، در کنار آموزش و پژوهش به عنوان یک مأموریت اصلی در دانشگاه در واقع تلقی کنه، نه به عنوان یک فوق برنامه‌ای که اگر بود باشد، اگر نبود نباشد. من خیلی ممنونم، عذرخواهی میکنم از تصدیقی که دادم.